خب من ویدیو رو پلی میکنم جناب دکتر. سپاسگزارم. سعید جان شماره یک هم که داری بالاتر؟ آره دارم اونو پیداش کنم. خب این صدا نداره؟ چرا داره؟ ازدادشو از صداشو من نفرستادم سر بستادشو. نه جدا صداش کو؟ صداش صبح در میاده مهران؟ من صداشو چیز کردم مصادره به نفر کردم. صدای شاهنشاه آقا مگه علکیه؟ من صدا نمیبینم. اگه من فکر کنم اون پایین یه دونه گزینه داره برای صدا رو باید بزنی باز بشه. بازه اون صدای اسپیکر؟ تنظیم تلویزیون دست نزد سعید جان. برای همون لینکی که برات فرستادم یه دونه گزینه مثل بلنگوی بغل چیز باید پیدا کنی اونو بزنی بازش کنی. داره ایناش ولی خب صداش در نمیاد. عجیبه. دوباره بریزم مهران سیستمو به هم؟ نه دست نزن این طور رو خوندم. بذار من خودم یه چیک بکنم اینجا بیرم من صدا دارم. من صدا نمیشنوم. احتمالا صدا نداری. صدا داری؟ خب شما صداشو بذار. تصویرشو من بذارم صداشو بذارم نداره. خب از اول تصویر بذار. بریم از اول. یک دو سه. This is the very familiar what we call the alliance between the black and the red. That is the communist and the very reactionary people or strata. We always because they are both against the progress and the happiness of this country. تصویر بیار پایین تر. سپاسگزارم از شما. اگه ویدیو شماره یک رو پخش بفرمایید سپاسگزار میشم. دیدید که در این ویدیو دیدید اشاره شاهنشاه روانشناس به همکاری ارتجای سرخ و سیاه و توضیح اینکه اون فردی که صورتش رو پوشونده در خیابونای ایران داره همکاری میکنه برای یعنی از شورشیان 57 از صورتش رو پوشونده کامل توضیح میده که در اون ویدیو که این از روی تلفظ ر حرف ر و و مشخصه که اصلا انگلیسی سخن گفتن یک ایرانی نیست بلکه این فرد عربه. این هم از همون فلسطینی ها و افراد لیبیایی ها و لبنانی هایی که به ایران آورده شدن از روی با همکاری شورشیان 57. سپاسگزارم. ویدیو یک رو اگر پخش کنیم که ببینیم دکتر مهران ملکی چی میگن که بعداً بریم برسیم به یه سری اعطای شماره 3 رو ما میخوایم ویدیو یک رو پخش نکنیم پوزش میخوام بریم عکسای 3 رو سری ما نشون بدیم گروه 3 رو یه خورده سری رد بشیم که برسیم به این مزدوران خارج نشین بله فرهنگ ایرانی میزنن باید برم بالا دوباره
اینهایی که دیدن که خب یه مردم فهمیدن کمونیست رو میشناسن، توده‌ای رو میشناسن، چپ و راست و کمونه و گروه تروریستی کمونه و گروه تروریستی گاموه و تجزیه طلبان پانتون ترکن و گروه های بقول خودشون الاحمازی و یه مش تروریست سربر و اینا رو دیگه شناختن. یه چند سالیه که یه گروه دیگری رو به جان پادشاهی خواهان برای انداختن اختلاف به ویژه میان پادشاهی خواهان آغاز به کار کرده که اون رو هم ما به شما معرفی خواهیم. جام کمالپور اینجا من شاتی که دارم میبینم مال مسیح علی نژاده و فکر می‌کنم شما بعد از اون قسمتش که رسید و توضیحی که باید بدید توی تلگرام حتما یادتون باشه. همین اولش هم مال مسیح علی نژاده دیگه. بله این گروه فرتورای سه هستش درست؟ بله بله سه. خب توضیح بله این فرتور هم اشاره خانم مسیح علی نژاد به خشونت از سوی ارتش ایران، یعنی مثل رهبرش و پیرش و استاد و پیرش میرحسین موسوی اینجا اشاره کرده، یعنی اشاره کرده به اینکه این رفتارها شبیه همون رفتارهایی که از سوی ارتش ایران در اکتبر 1978 در ماه آخر شاه، ببینید چقدر بیخرد و بیشور و بیتربیت، در ماهای آخر شاه انجام میشد، یعنی دقیقا به همون خط موسوی رو استفاده کرده. بعد یه عده فکر میکنن این خانم به راه راست هدایت شده. حالا خیلی جالبه فرتور بعدی رو لطفا اجازه بفرمایید رضای دکتر من یه توضیح بدم در رابطه با این مظلومه کلاچای قومی که این خانم جدیداً اومده به علت بازداشت خانوادهش در تهران، برادرش و این خواهرش و اینا در ایران، تهران اشتباه گفتم، در ایران بازداشت که کرده اومده درخواست غرامت کرده از جمهوری اسلامی و اینکه گفته از پول علی خامنه یا جمهوری اسلامی در آمریکا به نفع مظلومه قومی مصادره بشه. حالا با یکی از دوستان در آمریکا امروز صحبت می‌کردم، مثل ظاهرا این سقفی که درخواست کرده برای کل خانواده‌اش به علت دستگیر خانواده‌اش 500 میلیون دلار هست. چند تا مسئله اینجا مهمه. اول اینکه تمام ما ایرانی‌ها می‌دونیم مظلومه قومی خودش اصلاح طلب و با جمهوری اسلامی در ارتباط و اصلا اپوزیسیون نیست و هر روز پروژه‌هایی که داره اعلام می‌کنه، پروژه‌هایی که در نهایت خروجیش ماندگاری جمهوری اسلامی رو تحکیم می‌کنه و مسیر اون قسمت رو داره طی میکنه. اما شوهرش هم که نایاکیه، همسرش هم که نایاکیه، فارغ از تمام این اتفاقات فقط صرف این که ما مطمئن هستیم، همه ما ایمان داریم که این مهره خود جمهوری اسلامی هست و مبلغ 500 میلیون دلار رو درخواست کرده، نخواستیم که کسی میتونه غرامت بخواد که به خودش آسیب وارد شده. اگر خودش ایران بوده و گرفتنش باید بیاد بگه آقا فلان، اگر به جیسون رضاییان یک همچین پولی رو حالا قبول کردن دادخواستش رو بابت 180 میلیون دلار، اون بحثش فرق میکنه. مظلومه قومی خانوادهش در داخل ایران دارن زندگی میکنن، سرما رو گنده، خودش تو آمریکا میگه 500 میلیون دلار غرامت. بهتون قول میدم این 500 میلیون دلار قطعا بهش تعلق خواهد گرفت، چون قراره این 500 میلیون دلار مثلا 5 میلیون دلارش برسه به خود مظلومه قومی، بقیهش بین خود سران جمهوری اسلامی در آمریکا تقسیم بشه. ما باید اینها رو، این مطالب رو به گوش هم دولت ترامپ هم مایک پمپئو برسونیم و خصوصا فکر میکنم که الان وقتشه یک مقدار با برایان هوک یک برخورد تحریم بکنیم، نه فحاشی، بلکه مکاتبه بکنیم، بگیم آقا دست از این خاله‌بازی‌ها بردار، دست از حمایت این شخص بردار، این خانواده‌اش تو ایران دارن زندگی میکنن، خودش تو آمریکا، این اومده اون وقت غرامت میخواد بابت اونا، اصلا کجای دنیا طبق چه قانونی همچین چیزی اتفاق میفته؟ طرف خودش تو ایران راضیه، توی کشور ایران با حضور جمهوری اسلامی راضیه، میره تو رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن اونها داره صحبت. اینا رو خواستم فقط تو این قسمت بگم که فریب نخوریم و سکوت نکنید. این 500 میلیون دلارها، 180 میلیون دلارها از جیب مردم ایران داره هزینه میشه. بفرمایید. یه مطلبی بگم، من 500 میلیون دلار موی چند حساب کرده، سلولی چند حساب کرده،
$50,000 بده من از نو کلن خانوادهشو میسازم کلن. $500,000,000 $50,000 بده من کلن خانوادهشو از نو میسازم، از نو میسازم. ها شما خیلی گرون فروش یا جناب مهراد، مایکی تو بسته است، مایکی تو بسته است. ساعت‌ها پشت فرمون به عنوان راننده تاکسی کار کرده، این همه مرد این رو با چی محاسبه کرده؟ خب معلومه کسی که از بادآورده خونه $1,700,000 داره رنج نبرده برای جمع کردن این پول یا خرید این خونه، معلومه که رقمش هم باید بره روی $500,000 چون به پول مفت عادت کرده. ببینید همیهنان گرامی، یه مطلب مهمی رو بگم. من دیدم برخی از همیهنان، حالا نمیخوام نام ببرم، یکشونو که اونجا دیدم بسیار شگفت زده شدم، همیهنان میرن تو شبکه کلمه، میرن یا چیزای از شبکه کلمه پخش میکنن. شبکه کلمه یه شبکه وهابیه. حالا من ببینید ازتون خواهش میکنم، رضا شاه دوم پدر همه ایرانیان هست. این به این معنا نیست ایشون اگر رفتن جایی صحبت کردن تمام بالا پایین اون شبکه یا اون افراد مورد به تایید ایشون باشه. ایشون به احترام به همه ایرانیان، چون اینا ادعاشون اینه که ما ایران ما سنی هستیم و برای همین زیر فشاری مسئول جمهوری اسلامی. ولی من به شما این رو بگم، با کلمه دیدگاهتون رو نسبت به شبکه کلمه تغییر بدید. شبکه کلمه یک شبکه وهابی مزدور عربستان سعودی است، داره چهره همیهنان سنی ما رو خراب میکنه، داره همیهنان سنی ما رو به عنوان تجزیه طلب میخواد جا بندازه، داره تجزیه طلبی رو بین همیهنان ما گسترش میده. از مهمانان ثابتش افراد تجزیه طلب و ایران ستیز هستن. و ببینید در همون روزهایی که ایرانیان داشتن در کف خیابان کشته میشدن، جان در کف دست گذاشته بودن، با دلیلی بیرون اومده بودن و اعتراض میکردن، یه آقایی رو آوردن به نام کلهور در همون دو سه روز آغازی صحبت از سلطنت تشریعی الله میکرد. یه آقا مثل که در آمریکاست، آقای کلهور میگه الله باید حکومت بکنه، در دین اجباری نیست، از این چیزا خمینی هم گفته. کسی برای عقیده اعدام نباید بشه، رفاه اقتصادی، آزادی بیان، حرف آقای خمینی. الله پادشاه و ملک مردمه، مهر و قدرت و سلطنت فقط باید دست الله باشه. ببینید در روزایی که مردم اومدن بیرون دارن خواهان بازگشت پادشاهی، این پدر سوخته ها، این کفدارها و کرکس ها در این شبکه ها دارن چی به خورد مردم میدن. از مردم خواهش میکنم فقط خواهان سلطنت الله باشید. و بعد آقای کلهور میگه سلطنت دیگه ای رو نخواهید، فقط سلطنت الله. من به عنوان یک مسلمان و یک کرد، نمیگه من به عنوان یک ایرانی، دقت کنید به این واژگان، من به عنوان یک مسلمان و یک کرد دلم با مردم عراق، از همه اونا هم سپاسگزارم. باید به جای حکومت، دقت بفرمایید، باید به جای حکومت جمهوری اسلامی سلطنت تشریعی الله جاش رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی یه حکومتی بیاد دوباره اسلامی با یه شاخه دیگرش. اینا هم مثل که هول ورشون داشته، دیدن توی سوریه اقلیت علوی به کل کشور حاکمه، اینا هم دیدن خب چرا ما با کمک کشورهای عربی و اسرائیل و یا مثلا آمریکا، چرا ما سنی ها که چند میلیون دیم تو ایران قدرت رو در دست نگیریم. ببینید چقدر اون و ایران ستیزن. در آینده از الان هم داره شرط میذاره، در آینده بعد از جمهوری اسلامی باید حجاب باشه در اداره ها، ولی بیرون باید آزاد باشه. ببینید برنامه رو نگاه کنید، ولی نه اینکه سینه هاشون رو بندازن بیرون. ببینید بیشوری افراد رو میگه در ادارات جای دولتی باید حجاب اجباری باشه، بیرون آزاده، ولی به شرط که سینه هاشون رو نندازن بیرون. از چطوری بود میزنن؟ خب دیگه حالا بعدن مردم باید قبول بکنن که الله پادشاهشون باشه.
خب بعد و بهترین فرهنگ هم فرهنگ زمان صدر اسلامه که باید در ایران پیادش بکنیم. دقت کردیم؟ ازتون خواهش میکنم شما این به خنده بندازید. ازتون خواهش میکنم فرتون این جور تو خواهش میکنم فرتون این جرثومه‌های ایران ستیز رو نشون بدیم به ترتیب. بعد از معصوم کلاچ‌های قومی اجازه بده مراجعه دون شبکه جهانی که اینا جهانی هست اینا بله اون بالا نوشته دوستان پادشاهی الله ریشه ویرانی ها آره پادشاهی الله ریشه ویرانی ها مثلا میخواد بگه پادشاهی باید از آن الله باشه فقط و ببینیم ریشه ویرانی ها در چیه که آقا هم بیان میکرد ریشه ویرانی ها در حکومت غیر الله هست. بعدیش آقای ببینید این فرد خودش یه تونه مسلمان تندروه با گرایشات پانکوردی. بعدیش آقای دارا صالح‌زاده پانکورد و زیرش هم نوشته فعال سیاسی کرد. ببین کیا میان توی شبکه. بله فرتور بعدی هم از حسین برد باز در شبکه جهانی کلمه. بله این آقا هر جا بوی کباب میاد بوی تجزیه میاد این آقا اونجا. فرتور بعدی لطفا. فرتور بعدی به به آقای عثمان زرقندی معروف به کاوه آهنگری در کلمه شبکه جهانی کلمه. همایون بارها در شبکه شهرام همایون در برنامه ها شرکت داشته با نام جلی کاوه آهنگری تجزیه طلب دشمن ایران و این آقا متکر جمله تجزیه طلبان متحد شبینه. بعد آقای شرمایون میگه همه باید حق حرف زدن داشته باشن. خب چرا به کسانی که مخالف شما هستن حق حرف زدن نمیگی آقای شرمایون؟ به غیر از اینکه شما دروغ میگی و ایران ستیزی و دوچار بیماری روانی ایران ستیزی شدی. این آقا دوباره میگم عثمان زرقندی شرکت کننده در برنامه های شهرام همایون مبتکر آقای عثمان زرقندی با نام جعلی کاوه آهنگری مبتکر جمله تجزیه طلبان ایران متحد شدید از مهمانان همیشه حاضر در شبکه کلمه. فرتور بعدی لطفا. فرتور بعدی حبیب الله سربازی مدیر کمپین فعالین بلوچ در تلویزیون تجزیه طلب شبکه جهانی کلمه. میشه عنوانش هم لطف کنید بخونید چه اینا دارن عنوانش تریبون آزاد در 12 نوامبر 2019 موضوع قتل عام مردم بلوچستان با انتشار ویروس HIV AIDS. خب اینا حالا یه چیزی شنیدن، یعنی میخوان بگم که یعنی دولت ایران یه دولت فاشیستیه، یعنی ببخشید یه دولت پانفارس فاشیستیه داره ایدز رو بین غیر فارس ها. ببین اینا چقدر کثیفن، من به شما میگم اینا درونشون آلوده به ویروس ایران ستیز به خاطر همین مسئله. حالا دوباره آقای کاوه آقای عثمان زرقندی با نام جعلی و دروغین کاوه آهنگری، من نمیدونم عثمان زرقندی شو چرا عوض کرده، با آقای ابراهیم احراری به این مسئله توجه بفرمایید. وهابی تجزیه طلب مزدور عربستان آقای ابراهیم احراری. این آقای ابراهیم احراری فرد بسیار ایران ستیزی است، این رو شما به شدت هم دستش برسید، حتی سر بچه‌های ایرانی اگر اون افرادی که اینا بهشون میگن شیعه و ایرانیایی که حالا پیرو شاخه شیعه از اسلام هستن رو همین آقای احراری خواهد برید به باور من. و تیترش هم از چشم‌انداز حامد واحدی قربانی نوین تنوره دیو ولی فقی در 7 نوامبر 2019. یه مطلبی رو جناب دکتر پوزش میخوام قبل از اینکه بریم سراغ بعدی، یه مطلبی رو من اینجا برای دوستان بگم، برای بینندگان بگم. همه این عرازل تجزیه طلبی که شما دارید میبینید در تلویزیون کلمه، همه اینا در تلویزیون شهرام همایون هم هستن تحت عنوان ایران یاران که ما بهش میگیم ایران خاران. یعنی اینا در تلویزیون کلمه به این سبک، در تلویزیون شارلاتان به اون سبک، بی بی سی به سبک دیگه، رادیو فردا به سبک دیگه، صدای آمریکا، یعنی این مافیایی که در خارج از ایران هست و دستهایی در کارن، این آدماشو پیدا کنید. ما قبلا خیلی در مورد این سناریو صحبت کرده بودیم. بفرمایید. فرتور بعدی
فرطور بعدی برای خیلی جالبه این فرطور. بله نوشته الجبهتون دموقراتیت شعبیت الاحوازیه. بله این الجبهتون دموقراتیت شعبیت الاحوازیه، این یک گروه تروریستی بمبگذار ایران ستیز تجدید طلب وهابیه. در سایتش ویدئوی گفتگوی آقای ابراهیم احراری، همون که با از مجریان شبکه کلمه در شبکه تجدید طلب گوناس تیوی، یک شبکه پانترکیسی، یعنی این حلقه ها رو به هم ربط بدید. آقای خود ابراهیم احراری یک وهابی مزدور عربستان تجدید طلب، مجری شبکه کلمه، تجدید طلبی به نام کاوه، به نام عثمان زرقندی با نام جعلی کاوه آهنگری رو میاره تو برنامه هاش. بعد خود ابراهیم احراری رفته تو شبکه پانترکیسی تجدید طلب گوناس تیوی شرکت کرده. این ویدیو اینقدر برای اینا مهم بوده چون یه دونه پان عرب هم تو اون ویدیو هست، سایت گروه تروریستی، تارنمای گروه تروریستی جبهت دموکراتیت شعبیت الاحوازیه، این رو آورده ویدیو رو توی سایت خودش قرار داده. اینها رو، این تیکه‌های پازل رو به هم بچسبونید. فرطور بعدی خیلی جالبه، واقعا فرطور جالبی است. فرطور بعدی باز از تلویزیون تجزیه طلب شبکه جهانی کلمه، نام برنامه ساعت 0، دقت کنید، در تلویزیون تجزیه طلب شبکه جهانی کلمه، موضوع برنامه اقتصادی سیاسی علی خامنه‌ای، اوجی کارشناس تجزیه طلب احمد رفعت روزمال نگار، مهمانان برنامه حسن شریعت مداری فعال و تحلیلگر سیاسی، محسن سازگارا تروریست و یکی از مؤسسان سپاه تروریستی. بله پیدا کنید خودتان، پرتغال فروش و دیگه این نیاز به توضیح نداره به نظر من. فرطور بعدی لطفا. خیلی این فرطور هم خیلی جالبه، دقت بکنید. از تیم تراکتور در تلگرام، تراکتور در کانال تلگرامیشه که نظرسنجی گذاشته، اعلام کرده در نظرسنجی، این برای یک کانالیه که 550,000 ممبر داره، بنا به درخواست هواداران تیم، هواداران تراختو این نظرسنجی انجام می شود. آیا در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت برای مقابله با افکار فاشیستی هواداران پرسپولیس که شعار روحت شاد رضا شاه سر می دهند، دوست دارید در تایم خاصی شعار فلان بر رضا شاه سر دهید؟ 16,000 نفر 61% گفتن بله، 35%، 9,000 نفر گفتن خیر، 3% هم این طبق معمول خاکستری بودن و نظری ندادن. خونسا. بله یعنی ببینید تیمی که توسط سپاه اداره میشه نظرسنجی گذاشته که آیا در پاسخ به شعار رضا شاه روحت شاد بیایم شعار لعنت بفرستیم، که لعنت بر خودشان و پایه‌گذارانشان. فرطور بعدی لطفا. فرطور بعدی ستاره اسلام دکتر زاکر نایک در فارسی. خب دقت بکنین، فقط این رو من خدمتون بگم، این گروه توسط اسلامگراهای تندرو ایران ستیز افغانی، افغان، یعنی من به همه همتواران و همزبانان افغانستانی درود دارم، ولی اینها، این گروه بسیار تندرو اسلامی و اومده ویدئوی یک گروهی رو پخش کرد به نام گروه از الهاد به اسلام، که اینم یه گروه تندرو اسلامی با گرایش وهابیه. خیلی جالب، اینا اومدن گفتگوی تجزیه طلب پانترک ضیا صدراشرافی رو اینها با یک شبکه، اگه نادرست نگم، کردی پخش کرده و توهین‌های کوروش بزرگ و سراسرش توهین به کوروش بزرگه. یعنی ببینید ضیا صدراشرافی پانترک اومده مهمان یه پانکورد شده، بعد ویدیو رو یه گروه وهابی پخش کرده که بعد از اونم یه گروه تندرو اسلامگرای افغان اومده که ببینید دکترم نوشته، نوشته داکتر، همتباران و همزبانان افغانستانی میگن داکتر، داکتر به لهجه اونهاست. یعنی ببینید میخواد اینا این تیکای پازل رو شما بذارید کنار هم دیگه. سپاسگزارم. اما تو موضوعش نوشته در پیج از الهاد به اسلام، کلیپی که هر شخصی به خصوص کوروش پرستان
باید ببینند. لطفاً کلیپ را به اشتراک بگذارید. جزاکم الله خیرن. گوشه ای از زندگی کوروش و چگونگی مرگ او. این بعد دیگه برگشت نیست در تصویر. باید پاسخشون هم لعنت الله علیکم اجمعین علا اجدادکم و علا اعوانکم و علا اصدقائکم. این هم پاسخ ما. اما فرتور بعدی از فیسبوک، نه از رسانه العربیه فارسی زبان اعلام کرده قاضی پور با انتشار روزنامه سراسری به ترکی برای 40 میلیون ترک در ایران موافقت شد. یعنی شما ببینید سایت سایت ایران ستیز العربیه که خواهان تجزیه ایرانه سرمست از سخنان قاضی پور اومده سخنانشو پخش میکنه. فرتور بعدی هم خوشحالی همین سایت ایران ستیز هوادار پور تجزیه ایران از تشکیل اتحادیه 10 گروه تجزیه طلب و ایران ستیزه. اون رو اگه پخش کنید سپاسگزار میشم. بله، العربیه اعلام اتحاد 10 جریان سیاسی حول جمهوریت، فدرالیسم و دموکراسی در ایران. دبی العربیه 10 جریان سیاسی مخالف نظام در ایران با اعلام پایبندی با صدور بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌های چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک اعلام اتحاد کرده و از مردم، نهادها و احزاب مختلف برای همکاری و هنگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. سپاسگزارم از شما. حالا بعدیش هم ببینید این سخنان خاتمی رو چه گروه هایی دوست دارن و مرتبا پخش میکنن. فرطور بعدی باز هم همون وبسایت ضد ایرانی العربیه از محمد خاتمی نوشته حکومت فدرالی مطلوب ترین حکومت است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته است که مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است. اما از نظر قانون اساسی ایران نمیتواند فدراتیو باشد. خیلی جالبه. حالا ببینید یکی از میهن پرستان ایرانی از حزب پان ایرانی کدوان حجت کلاشی درباره خاتمی به چه موضوع مهمی اشاره کرده. اون را اگر بخونید سپاسگزار خواهم شد. بسیار ارزشمنده. آقای حجت کلاشی اعلام کرده، بریم بعدی عکس و خاتمی در بهترین حالت به درد جاری کردن صیغه برای زوجین میخورد. البته باید به این پرسش پاسخ بدهد که به چه دلیل به واسطه محمود دعایی برای رادیو بغداد مطلب مینوشت. بله، این امیدوارم یه روزی بشه ازی آقا پاسخ چیز رو گرفت. من برای شما همین الان توضیح دادم ما اصطلاحی به نام عرب اهوازی نداریم. این عرب اهوازی منظورش از اهواز شهر اهواز هم نیست، منظور یک جغرافیای خیالیه که من در این برنامه توضیح دادم. هر جا دیدید نوشته عرب اهوازی، حالا حتی با دو دو چشم هم نوشته شده باشه، این واژه یک واژه ایران ستیزان است. حالا ببینیم این آخوندزاده که مثل آخوندزاده روح لازم ایران ستیز بود و با شبکه تجزیه طلب بیان کار میکرد، با رسانه تجزیه طلب بیان، این مهدی جلالی تهرانی پسر آیت الله جلالی تهرانی که یک تجزیه طلبه، ببینید این به این کدواژه ها توجه بکنید اشاره به چه مطلبی کرد. بله، در کنار عرب های اهواز چرا حسرت شجاعت مردم عرب را میخوریم؟ چرا شجاعت هموطنان عرب اهوازی خود را نمی‌بینیم؟ در دو سال اخیر بارها شاهد بودیم شجاعان ایرانی همین عرب‌های اهوازی ما هستند که دنبال به رسمیت شناختن هویت و کرامت و حقوق خود هستند. شاعران جوانشان رهبران انقلاب هستند. اینو معلوم الحال مهدی جلالی تهرانی گفته. بله بله، این بسیار واضحه و ایشون یک تجزیه طلب از سر تا پا دشمن ایران و ملت ایران و موجودیت کشوری به نام ایران. فرتورهای بعدی هم العربیه است که میخواد این رو نشون بدیم. امیدوارم دیگه میهن پرست
ما هوادار پادشاهی رو نبینیم با چشمان خودمون که از شبکه العربیه سند آورده باشه. بهره‌وریش از واژه خلیج. بله. ملک سلمان کشورهای عربی را به دو نشست برای مقابله با تهدیدها علیه امنیت خلیج دعوت کرد. دوباره شماره بعدی هم اشاره به العربیه به همین مسئله است. شما گفته خلیج اگر نشون بدین. بله. نه اون اون عکس نیست سعید جان. خب بذار بره جلو. خب بذار من همینو بخونم. شبکه جهانی کلمه برگرد عقب دیگه، چرا رفتی اونجا باز همون نام جنگی رو نشون بده. آه شبکه جهانی کلمه گفته موافقت عربستان و دیگر کشورهای خلیجی با استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشورها بر اساس توافق ایالات متحده با کشورهای عربستان، امارات و قطر. بله ببینید میخواستم ببینید که در راستای دقیقا هماهنگ با شبکه ایران ستیز العربیه، شبکه کلمه هم، شبکه تجزیه طلب کلمه که احمد رفعت و سازگارا و شریعت مداری هم اونجا پلاس هستن، از واژه خلیج، واژه جعلی خلیج استفاده میکنه. کشورهای خلیجی ما هم چیزی نداریم، کشورهای خلیج فارس. و در فریه فرطور پیش از اون هم اشاره کرده. ببینید فرطور بعدی کدوم فرطور الان سعید جان بعد از اینو زحمت بکش. اینه شورای دموکراسی خواهان ایران. آره قاسم صدا منو دارید؟ مهران جان دارم الان همونی میزنم دیگه. اینه دیگه فرطور بعدیش. نه فرطور بعدیش همونیه که توی سالن نشسته بودن. اون پس قبلیش بود. اینا قبل اینه. آره اینجا ببین من چی میخوام اشاره بکنم. واژه خلیج به کار رفته همین الان، ولی یه اصطلاحی رو دارن برای من و شما جا میندازن به نام پادشاهی سعودی یا کشور عربی سعودی. ما همچین چیزی نداریم. در زبان فارسی عربستان میگیم. حتی تلاش کنیم نگیم عربستان سعودی. مگه ما چند تا عربستان داریم؟ اینها برای که واژه عربستان رو برای خوزستان جا بندازن، جا اندازی بکنن، که در یک برهه کوتاه تاریخی خیلی کم به بخش‌های آبادان خرمشهر یه محدوده اونجا فقط عربستان گفته می‌شده، اینا می‌خوان به کل استان خوزستان تعمیمش بدن. پس ما چیزی به نام پادشاهی سعودی در زبان فارسی نداریم، کشور عربی سعودی نداریم. یک نام داره در زبان فارسی که در زبان هخامنشی بهش میگفتن اربایه، و در زبان فارسی ما اکنون میگیم عربستان. نه عربستان سعودی، نه عربستان کوفت، نه زهرمار، عربستان خالی. همون رو به کار ببرید. واژه سعودی یا پادشاهی سعودی رو نپذیرید که داره از توی این تجزیه طلبای پان عرب جا اندازی میشه. در این تصویر اعلام شده سعودی تروریست علیه خلیج بازار جهانی را هدف قرار داده است. بله. فرطور بعدی از یکی دیگه از دوستان بسیار میهن پرست پانیرانیست میرکوچ اصفهانی. ببینید در همون بسیار نوشته ارزشمندی است. در همون روزهایی که مردم ایران داشتن کشته میشدن، دوباره جمهوری اسلامی مشتی تجزیه طلب و ایران ستیز و نمیدانم افرادی که به عنوان لولو سر خرمن برای ترساندن ایرانی ها از فردای رفتن جمهوری اسلامی به کار گرفته میشن و سر به زنگا، مثل اسرائیل دیگه. اسرائیل هر موقع جمهوری اسلامی به خطر میفته اسرائیل یه پیام حمله میده و الان گفتن میخواییم ممکنه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو بزنیم. یعنی مردم رو از جنگ یک کشور بیگانه خارجی با ایران میترسونن. و اگر خیلی دیگه قضیه حاد شد، شاید هم میگه حالا یه تیر و ترقایی در کنن که ملت رو بترسونن. نه ترسید، ملت بزرگوار ایران، همبستگی ما راه نجات ماست و شناخت تجزیه طلبان، مزدوران و ایران ستیزان همکار جمهوری اسلامی عربی آنوسی. در همون روزهایی که ایرانی ها داشتن در خیابان کشته می شدن، ببینید کیا دوباره دوره هم جمع شدن با چه شیوهی. بله این مدی که ایشون نوشته، میر کوچه اصفهانی نوشتن، ائتلافی اهریمنی متشکل از سازمانها، احزاب و تشکلهای تجزیه طلب و ایران ستیز در خارج از کشور
تحت نام برازندهی به نام شورای دموکراسی خواهان ایران روز شنبه 18 نوامبر 27 آبان 96 در شهر کل آلمان اعلام موجودیت کرد. سازمان ها و احزاب شرکت کننده در کنفرانس مؤسسان این شورا عبارتند از جبهه دموکراتیک ایران، حزب کموله، حزب دموکرات کردستان ایران حدگاه، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دموکرات کردستان هدک، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد بختیاری و لرستان و شماری از تشکل‌های ایران ستیز دیگر. قابل توجه دموکراسی طلبانی که منکر جریانات شوم تجزیه طلبی هستند. درود بر ایشون و درود بر شما. فرتور بعدی خواهید. یه مطلبی رو دکتر اجازه بدید من یه مطلبی رو این وسط الان شما صحبت کردید در مورد این که میگن پادشاهی سعودی و این داستانا خیلی جالبه دوستان، دقت کردید؟ توی رسانه‌هایی مثل بی بی سی و امثال اینها پادشاه اینا میشه، پادشاه ایران میشه محمد رضا پهلوی، رضا شاه پهلوی، شاهزاده ای ایران میشه ولیعت پیشین. حالا ولیعت الان معلوم نیست دیگه کی از دیده اینا، اما همین عربستان رو کمتر از پادشاه عربستان و شاهزاده سعودی در هیچ رسانه شما نمیبینید. از طرف دیگه بچه هایی که جوانای ملت ایرانی که اومدن مثلا میگن رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه رو نه تنها عرازل و باشی مثل بی بی سی، اما افرادی که خودشون رو تحت عنوان مخالف جمهوری اسلامی مطرح میکنن مثل شهرام شارلاتان و بقیه این مجموعه اینا رو سلطنت طلب ها مینامند. خیلی جالبه، سعودی خلیفه سعودی میشه پادشاه، پسرش میشه شاهزاده سعودی، اون وقت پادشاهی ایران شاهنشاه آریامهر میشه محمد رضا پهلوی، ولیعتش هم میشه آقای رضا پهلوی دیگه، خیلی دیگه همت کنن، یا ولیعت پیشین. مردمی هم که خواستار سیستم پادشاهی هستن میشن سلطنت طلب، اونم نه سلطنت طلب مؤدب، به عنوان توهین بهشون میگن سلطنت طلب. اینم دکتر یه توضیح رو اگه فرصت کردی در موردش بدی، خیلی مهمه. مخصوصا تلویزیونی مثل تلویزیون شارلاتان الان کلید کرده رو اینکه هر کی میگه جاوید شاه سلطنت چماقدار سلطنت طلبه. ببینید من چون زمان کوتاست اینو به کوتاهی بگم، واژگان در گذر زمان بار معنایشون دگرگون میشه. یعنی حالا من نمیخوام یه مثال زشتی زده باشم، اما شما واژه شوخ و شنگ رو اگر برید ببینید در گذشته یه معنی بدی میداره. حالا معنیش معنی بدی نیست، شوخ شنگ نه، آدم دیگر آدم شوخ و شنگ. ببینید واژه ها در گذر زمان دگرگون میشن. کار که ما امروز میگیم به کار میبریم، این کار به معنای جنگ یا سپاه به کار میرفته. کار همین واژه کار که میگیم. و واژه سلطنت هم تا زمانی که ما به این به گرفتاری شورش 57 نیفتاده بودیم و کشورمون اشغال نشده بود به دستی مشتی دزد و راهزن و مرتجعین سرخ و سیاه، این واژه یه واژه‌ای بود که معنایی رو که ما باید ازش برداشت کنیم برداشت میکردیم و دیگه واژگان دگرگون شده بود. یعنی خیلی جاها به عنوان شاهنشاه یا پادشاه یاد میشد، اما امروز دیگه این به معنای این نیست که اگر از زبان شاهنشاه آریامهر یا رضا شاه بزرگ واژه سلطنت اومده باشه بیرون، این واژه واژه بدی بوده. نه، اون موقع از این واژه منظور بدی برداشت نمی‌شده، ولی امروز چون ما به دست این ایران ستیزان گرفتار شدیم، در سطح جهانی اینها هوادارانی دارن که دارن چپ و راست به سود اینها برنامه شبکه‌های فارسی زبان به راه انداختن، دارن ملت رو بمباران تبلیغاتی می‌کنن و از این واژه به عنوان واژه، چون به راستی سلطنت که رهاورد از سلطه میاد، رهاورد عرب هاست و رهاورد ترک هاست، به قول معروف اون عرب های عربستان رو میگم نه عرب های ایران، عرب های عربستان یا ترک هایی که مغول هایی که از بالای آسیای میانه آمدن، این شیوه و برداشت حکومتی رو داشتن. اما چون پادشاهی ایرانی که برآمده ای از فرهنگ ایرانی و آموزش دیده در آموزشگاه هشت زرتشته ازش به عنوان خشف رفت
از خشفه میه، خشفه و خانه یعنی شهربان و یا شهریار یعنی پاسدار کشور، نگهدار کشور و شهریار کشور. ببینید این حالا بحثش خیلی به درازا خواهد کشید، این رو من امیدوارم یه روز پیرامون این ما برنامه داشته باشیم به گفتگو بشینیم. اما چون امروز حالا از واژه سلطنت که استفاده شده به ویژه در دوران پهلوی سخن از پادشاهی ایرانی بود از دید من، ولی چون امروز از واژه سلطنت داره به عنوان توهین استفاده میشه و اصلا این واژه همخوانی با فرهنگ ایرانی هم نداره از دید من، بهتره ما همون واژه پادشاهی خواهی رو به کار ببریم، از پادشاهان ایرانساز پهلوی به عنوان پادشاه و شاهنشاه یاد بکنیم که برازنده است. چون ببینید قاجارها خیلی دوست داشتن بهشون سلطان گفته بشه، ولی پادشاهان پهلوی واژه سلطان رو به خودشون نسبت نمیدادن، ولی واژه سلطنت دیگه مونده بود. این واژه سلطنت رو هم بریزیم دور و امروز حتی آقای شهرام همایون رو این رو به عنوان توهین به کار میبره. از این روی این واژه درستش پادشاهی خواهی، پادشاه یعنی پدر و نگهبان و نگهدار و پاسدار و پاسبان کشور و ما هم کشور شاهنشاهی ایران هستیم، یعنی حالا امروز اشغال شده ولی خب شاهنشاهی ایران. درباره تفاوت پادشاهی و سلطنت یک در یک برنامه ما به این صد درصد خواهیم پرداخت. اما فرسور بعدی از همین محمد جواد جمالی، کشته شدگان اتباع بیگانه بودند و پرونده شرارت داشتند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رسانه ها میگوید تعدادی از کشته شده ها از اتباع بیگانه بودند و بسیاری از دستگیر شدگان در اعتراضات پرونده شرارت دارند. محمد جواد جمالی با بیان اینکه بسیاری از کشته شدگان در نیروی انتظامی پرونده شرارت داشتند افزود خیلی از دستگیرشدگان هم پرونده شرارت داشتند و برخی 10 تا 15 بار به دلیل سرقت و تجاوز به عنف زندانی شده بودند. ببینیدم از همون شیوه های نخنما شده جمهوری اسلامیه که کافر همه را به کیش خود بدارد. اونهای عرازل و اوباششون رو به جان مردم انداختن. پس این دختران و پسران نوجوانی رو که دستگیر کردن، اینا همه عوامل بیگانه. این دختر و پسران رو که به گلوله و جمجمهشون رو با تیر هدف قرار دادن، اینا اتباع بیگانه و شرور بودن. این رو برای این عمدن گذاشتیم توی این فرتورا همینان گرامی که شما این رو ببینید که بیشرافتی پیشه همیشگی و کار همیشگی هر کسیست که در جمهوری اسلامی یک مسئولیتی و پستی رو داره. اما یه قسمت در این خیلی جالبه که این شخص به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تو مجلس داره اعلام میکنه 10 تا 15 بار به دلیل سرقت و تجاوز به عنف زندانی بودن. یعنی هنوز نسبت به قوانین قضایی در خود جمهوری اسلامی اشراف نداره که تجاوز به عنف طبق قانون مجازات اسلامی حکمش اعدام اگر اثبات بشه و اگر اثبات نشده باشه ایشون حق نداره به زبون بیاره همچین چیزی رو و دارن دروغ میگن به خاطر همون جفسازیه که آقای دکترش رو میگن دروغگو کم حافظه است دیگه. وزیر دفاع این از اورشلیم هست و بله این از گروه جروزالم 24 یه گروه مال اسرائیل صهیونیستی ایران ستیز هم هست. خیلی جالب، من این رو برای این نشون دادیم که چقدر کار انگار دولت اسرائیل با این موسادش که اعوان و انصارش به جان تمامیت اردی و اکباتیگی سرزمین ما افتادن به کار جمهوری اسلامی که دوستش هستن شبیه تشابه کار جمهوری اسلامی با اسرائیل بود. من بخون کنید بخش رو. وزیر دفاع دستور داده که پیکرهای عاملان فلسطینی عملیات‌های تروریستی را به خانواده‌هایشان تحویل ندهند. اسرائیل پیکرهای عاملان عملیات‌های تروریستی را تحویل نمی‌دهد، دقیقا مانند جمهوری اسلامی که پیکر جانباختگان و مبارزان راه آزادی کشور را به خانواده‌هاشون برنمی‌گردونه. بله، اینا از هم که زیاد الگو برداری می‌کنن. سپاسگزارم ازتون.
اما بعدی رو من با اجازهتون این رو یه چیزی بگم. آقای محمد اطفال الاهوازی، تجزیه طلب اهوازی، ببینید این بیشتر برای توهین ملت ایران، و وقتی میگم اینا از ایران حال فرهنگی هست نه هویت طلب، حتی یه واژه من درآوردی درست کردن هویت طلب، اینها نه فعال فرهنگی هست نه هویت طلب هست، اینها فقط مزدور جمهوری اسلامی و دارن در راستای تجزیه ایران کار میکنن. ببینید با چه ادبیاتی داره با ملت ایران به مستقیم داره میده که ما شما همتون کوچ میدیم به سمت افغانستان. این رو بخوانید لطفا، سپاسگزار خواهم شد. بله، این جانب مهدی اصفهان الاهوازی، ساکن کابل افغانستان، جهت سنگکاری پی ساختمان و آجرچینی و حفر چاه به تعدادی کارگر با شناسنامه ایرانی، ایرانی را با عین نوشته، نیازمند هستم. از متقاضیان ایرانی داوطلب خواهشمندم با در دست داشتن یک عدد پوشه و اصل شناسنامه و کارت ملی و دو عدد عکس تمام رخ زمینه سفید با واسطه یکی از ساکنین منطقه به این جانب مراجعت کنند. ضمناً هر گونه ایرانی بازی، لاف، خودبرتربینی، تربیت خانوادگی و دیگرستیزی را در ایران ترک کرده و مثل بچه آدم تشریف بیاورید. این جانب هیچ تعهدی نسبت به انتقام همشهریان خود نسبت به شما را تضمین نمی کنن. درست. بعد یحیی رشیدی جوابشو داده که تو داری دیگه خیلی شکر اضافه میخوری، زمانی که عراق داشت خوزستان رو میگرفت کجا بودی؟ مگه همین مردم ایران نبودن که نجاتتون دادن؟ تو خیلی بیشوری. لشکر 84 پیاده لرستان به خاطر خوزستان، آقای قاسمی بشین سر جا، سه بار این اینستاگرام درست کردم. آه اوکی. چقدر مردم ایران به خاطر یکی مثل تو وطن فروش شهید شدن اگه ایرانی باشی. باز دوباره این شخص نوشته، لطفا پاسخش رو اگر صلاح بدونید نخونه که ما برسیم، چون میترسم زمان کم بیاری با بزرگواری شما بریم روی فرطور بعدی. بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. توییت فهد القیصر، بله، حالا اینو عربیش رو نیاز نیست بخونیم، فقط به عنوان سند اونجا نشون بدیم. این آقای فهد القیصر، آقای فهد القیصر ابراز خوشحالی کرده از اینکه فقر و نداری به جان مردم ایران افتاده و صفای طولانی بستن برای گرفتن دو دانه مرغ. ببینید بی شرافتی این ایران ستیزان وهابی عربستانی و متعلق به برخی از کشورهای عربی رو، و میگوید الحمدلله و شکر له، یعنی سپاس خدای را و هم ستایش برای ستایش خدا و سپاس از او. ایشون ای آقا مؤسس پروژه‌نیتی عربستان و به باور بسیاری رئیس اینترنشناله عرب ایران اینترنشنال. جالب نیست برای شما؟ بله. این آقا فهد دقیصر، این آقایون امیدوارم بیان توضیح بدن این آقای فهد دقیصر با ایران اینترنشنال چه ارتباطی داره. اما فرطور بعدی در رابطه با زرتشتیان افغانستان هست و برای من جالبه که زیرش با خط روسی نوشته شده، ولی نوشتن که ما مردم فارسی زبان هرگز فراموش نخواهیم کرد که دولت آخوندی جمهوری اسلامی ایران در زمان رهبری سید علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به ما تاجیک‌ها کمک نکردند و اجازه دادند احمد شاه مسعود ترور شود، ولی به عرب‌های فلسطین کمک می‌کردند. حالا نیز به مردم فارسی زبان کمک نمی‌کنند، ولی به فلسطین و سوریه و یمن و غیره که عرب هستند کمک می‌کنند. دولت ایران به دست عرب‌ها اداره می‌شود. این هم سپاس از شما، این هم در پاسخ به اون مزدوران دونپایه اطلاعات سپاه مثل اون پسرک متوهم فراری از سوئد که اینها فرطور خامنه‌ای رو میذارن کنار داریوش بزرگ. چند روز پیش هم برگشت گفت که اپوزیسیون الان فرد شجاعی مثل آقای خمینی نداره. ببینید بی‌شرافتی این پسرک نادان رو که میگه اپوزیسیون امروز کسی به شجاعت آقای خمینی رو نداره که بخواد بهش تکیه بکنه. و یکی از خسارت‌های بالای جمهوری اسلامی فروپاشی بود که در زمان شوروی روی داد و بسیاری از مناطقی که ایرانی تبار بودند
خواهان پیوستن به ایران بودن، خواهان کمک بودن برای که فرهنگشون رو بازسازی بکنن. جمهوری اسلامی براشون کتاب‌های شیعه فرستاد، برای نمونه تاجیکستان، به جایی که برای تاجیکستان شاهنامه بفرسته براش کتاب‌های حافظ و خیام بفرسته، براشون قرآن میفرستاد که یکی از دوستان تاجیکی من میگفت ما شوکه شده بودیم خودمون قرآن داشتیم، نیاز به قرآن جمهوری اسلامی نداشتیم. یا براشون کتابایی که تبلیغ شیعه‌گری میکرد رو میفرستاد و تاجیک‌ها رو زده کرد و بسیار آسیب زد به این قضیه. این هم در پاسخ به اون مزدورانی که میگویند جمهوری اسلامی به قول معروف داره دوباره نمیدونم امپراتوری چیچی را میندازه. این امپراتوری تو سر شما و تو سر جمهوری اسلامی بخوره که جز آسیب و جز دشمنی برخی از ایرانی تباران در بیرون از مرزهای ایران کنونی با ما چیزی به همراه نداشته و همش در راستای عرب پرستی و عرب نوازی بوده است. سپاس از شما. آقای دکتر مهراد، با توجه به اینکه ما حدوداً 45 دقیقه وقت داریم، اما من خواهش می‌کنم از اصل مطالب چیزی رو قیچی نکنیم، چون این مطالب همشون مهمه، همینان رو به درستی بهش واقف بشن. اگر بخش بعدی رو هفته بعدی می‌ذاریم. درسته. منم می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم. ما یه بخشی داریم به نام مزدوران جمهوری اسلامی که جامعه ایرانگرایی پوشیدن. این فقط در رابطه با اینا نزدیک 60-70 تا فرتوته که باید نشون داده بشه، ولی اینو با پروانه شما و بخشی از این ویدیوها رو میذاریم برای هفته آینده. و فقط اون ویدیوهایی که فقط یه حدود 20 تا ما عکس داریم که من براتون فرستادم همون بعد از ویدیوها، یعنی همین عکسو بفهم. این عکس مهمه، این عکس آخری که الان آقای قاسمی روش بود مهمه که شما زحمت کشید فرستادید، در رابطه با استادیوم شیرودی بود سعید جان. بعد از همین آره عکس پس از پرتور پس از اونم نشون بدید که بریم روی همون آخریادی اون مزدوران جمهوری اسلامی که جامعه ایرانگرایی پوشوندن برای ایجاد تفرقه میان پادشاهی خواهان رو بذاریم برای اینجا. نوشته شده استاندار تهران 9 مکان برای اعتراضات قانونی در نظر گرفته ایم. استادیوم شیرودی یکی از مکانهای در نظر گرفته شده برای اعتراضات است. هی نوشت کاش به این موضوع هم اشاره میکردن که از روی سرکوها به معترضین داخل زمین شلیک میکنن یا از داخل زمین به معترضین روی سرکو. اما فرتور بعدی، خب این فقط دو نفر، این آقا سعید مولاییه که به خاطر اینکه نخواست پس از اون وقت نمایشی جلوی ورزشکار اسرائیلی جودوکار ایرانی بودیشون از تیم جدا ایران کنار گذاشته بود، رفت بیرون از ایران و الان بسیار متاسفم که به خاطر پلیدی جمهوری اسلامی و این باختهای نمایشی جلوی ورزشکاران اسرائیلی آقا مجبور شد، خیلی دهشتناکه، رفت مجبور شد شهروندی مغولستان رو بپذیره. ورزشکار سرقامت ایرانی به خاطر پلیدی جمهوری اسلامی مجبور شد بره، مثل همین ورزشکارانی که پخش شدن رفتن در جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان و کشورهای دیگه دارن زیر درفش کشورهای دیگه دارن به ورزششون و کار حرفه‌ایشون ورزش حرفه‌ایشون ادامه میدن. سعید مولایی هم رفت مغولستان و شوربخت زیر درفش مغولستان شهروندی مغولستان رو پذیرفت و من و روان چنگیزخان مغول گمان میکنم شاد شد، چون ایشون باور نمیکرد با اون چند میلیون کشته ای که از ایران گرفت و 70% ایران رو ویران کرد روزی بیاد که ایرانیان به کشورش پناهنده بشن. این هم علی برکت الله، یعنی این هم به وسیله جمهوری اسلامی محقق شد، یعنی باعث شادی روان چنگیزخان مغول هم شد. حالا اون فرتوران هم ما اگر چیز بکنیم بتونیم نشون بدیم، خیلی سریع رد بشیم خیلی جالب میشه. اون فرتورا خیلیاش متناش بلنده، باید خونده بشه آقای دکتر. آره اونا رو اگر بتونید سریع بخونید، چون همش تبعیض با همین مواردی که ما عنوان کردیم تیکای پازلیه که مربوط به این برنامه هست. درست. خب سعید جان اولی شو پس زحمت بکش بفرست. من بفرستم یا شما بفرستی؟ برای فرستادم تو تلگرام هست. آه اینه که جدید فرستادی؟ Yes, of course. بله. خب این اولیش فکر میکنم زرتشتی بازی و هخامنشی بازی است.
بله بله یا آقای چپول چپمغز جلال آل احمد، هم هم اسلامگرایی هم پانتورکی و به همه ویروس ها و بیماری ها آلوده بود این مردک. همسر سیمین دانشور که میگفت به خاطر رفتن شاه حاضرم لچک سر کنم و میخورم و صد بارم این کارو میکنم. بخونم رو شاه دکتر. بله اگه بزرگواری کنید من خیلی مهمه، چون اینها خیلی نگران گسترش اندیشه‌های ایرانی و حتی در بحث دینی باوریش گرایش هممیهنان به دین زرتشتی هستن. اون آخوند هم آخوند دانشمند هم به این قضیه پرداخت و گفت دیگه ما کار نداریم به سنی رو نمیخواد چیه کنید، مسیحی رو نمیخواد چیه کنید، فقط مواظب باشین که جوان ایرانی نره زرتشتی بشه. اینا به ازیش دینی به ازیش باوری در اندازه باور زرتشتی که بازگشت به خیشتن خیش ایرانی اینها حراس ندارن. اگر آغاز بفرمایید سپاسگزارم. باشم. زرتشتی بازی و هخامنشی بازی. جلال آل احمق درباره عصر رضاشاه میگوید در آن دوره 20 ساله از رشته ادبیات گرفته تا معماری و از مدرسه گرفته تا دانشگاه همه مشغول زرتشتی بازی و هخامنشی بازی بودند و هدف اصلیشان این بود که بگویند حمله اعراب یعنی همان ظهور اسلام در ایران نکبتبار بود و ما هر چه داریم از پیش از اسلام داریم. میخواستن برای الو مهران، مهران منو تنها نذار. جام کمالپور سعید تصویر تو فریز شده. آره من دارم برات میخونم، میگم منو تنها نذار کش رفت. اصلا هیچ بود؟ چرا؟ چند ثانیه بچه اینا رو بعدا ما توی کامنت ها هم میذارید اگه آره. این فرق مهم بعدی رو نشون بدید سپاس. باش اما فرامرز فروزنده یک جبهه ملی نوشته قابل توجه کسانی که شناخت درستی از دوران طلایی پهلوی ندارن. داریوش بله یعنی چی؟ آقای فروزنده مطلبی پخش کرده با سر خونین داریوش فروهر و پوزش میخوام عنوانش هم اینه قابل توجه کسانی که شناخت درستی از دوران پهلوی ندارن. فرطور بعدی لطفا. این تصویر داریوش فروهر مربوط به سخنرانی در کاروانسرا سنگی بوده که ظاهرن که در قطعا در رابطه با مبارزه با حکومت شاهنشاهی بوده و میگن ساواک ریخته اونجا همه رو زده. ملیه محمدی ارتجاع البته عکس ملیه محمدی فکر کنم که توی تصویره در تلویزیون این فرطور بعدی خیلی جالبه. اینم همکاری طبق گفته شاهنشاه روانشاد همکاری آزمگاتن ارتجاع سرخوسیاه رائفی پور اومده سخنان آذر ماجدی کمونیست مسکوپرست ایران ستیزی که در یک ویدئوی بدترین واژگان رو بی ادبی رو من دیدم ازش کرد به خاندان پهلوی و هواداران پادشاهی اومده گفتگوی آذر ماجدی رو اومده تو صفحه خودش پخش کرده. خیلی جالبه. آذر ماجدی کمونیست ارتجاع همکاری ارتجاع سرخ و سیاه. فرطور بعدی لطفا. این خیلی قضیه مهمه. من امیدوارم میهن پرستان ورزشگاه ها رو از عوامل تجزیه طلب جمهوری اسلامی پس بگیرن با شعارهای میهن پرستانه. اینجا نوشته از طرف هواداران سپاهان محله بیدار ما با وطن فروشان هیچ برادری نداریم، خاک میخوریم خاک نمیدهیم، آرزوی جدایی یک وجب از خاک وطن را به گور خواهی بود، پاینده ایران متحد، هواداران سپاهان محله بیدار. محله چی؟ بیداباد؟ محله بیداباد. بله فرطور بعدی لطفا. میگم امیدوارم هم میهنان در درون ایران ورزشگاه ها رو از مزدوران تیار